سرانجام آنچه نباید شد و آن اعتراف هولناک که بسیاری به پچپچه در گوش یکدیگر میگفتند با صدای بلند اعلام شد. حکومت هواپیمای اوکراینی را با 176 مسافر در هوا زده تا به زعم خود از وقوع جنگ با آمریکا جلوگیری کرده باشد. روز یکشنبه مصاحبه والدین دو جان باخته با انصاف نیوز منتشر شد که آنها به طور سربسته به این اشاره کردند که به آنها گفته شده با زدن هواپیما از جنگ با آمریکا جلوگیری کردند. روز دوشنبه خبر رسید که محسن اسدی لاری و همسرش زهرا مجد در مصاحبه با روزنامه شرق نام یک سردار سپاه را آوردند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و گفتند او مخفیانه به دیدارشان آمده و گفته اگر هواپیما سرنگون نمی شد جنگ می شد. محسن اسدی لاری از مقامات بلندپایه سابق دولت جمهوری اسلامی است. 8 سال معاون وزیر بهداشت و مدیر سابق امور بین الملل این وزارتخانه بوده که پس از فاجعه سرنگونی از کار برکنار شده است. این زن و شوهر مذهبی از وفاداران به جمهوری اسلامی به حساب می آیند و برخی گفتند محسن اسدی لاری که از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است معتقد بوده باید نظام را به هر قیمتی حفظ کرد. او حالا با این واقعیت دردناک روبروست که برای حفظ نظام به هر قیمتی دو فرزندش قربانی شدند. این زن و شوهر در گفتگو با شرق گفتند حسین سلامی به آنها گفته نقش فرزندانشان از شهید وسط جبهه جنگ هم بیشتر است و اگر اینها نبودند جنگ می شد. آنها می گویند نزدیکهای 40 بود که از طرف سپاه خیلی اصرار شد که به دیدن ما بیایند. آقای سلامی آمد. ایشان آمد و البته گفت خیلی مخفی باشد و ما به کسی نگفتیم و هیچ عکسی چیزی هم سعی کردیم پخش نشود. ایشان حسین سلامی با معاونش آمد و چقدر گریه و زاری و اینکه کاش من در آن هواپیما بودم و کاش من رفته بودم و بعد گفتند شما می دانید بچه های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط جبهه جنگ هم نقششان بیشتر است. می گفتند می دانید اگر اینها نبودند چه جنگی می شد؟ گفت اگر که این اتفاق نمی افتاد 10 میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد. محسن اسدی لاری و زهرا مجد روز قبل از انتشار این حرفهایشان در روزنامه شرق به انصاف نیوز گفته بودند به نظرشان سپاه هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواست آن را گردن آمریکا بیاندازد. ببینید ما مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو نباید یک حادثه منحصر خود اون روز اون ساعتش نگاه بکنیم. این یک جریانی هست که به صورت زنجیره‌ای به دنبال حوادثی که از 3-4 روز قبل بوده شکل گرفته، در واقع بستر اونها ایجاد شده و بعد با حمله عین الاسد کاملا تشدید شده و بعدم که اون اتفاق افتاده و حتی این جریان تا بعد هم ادامه داشته. یعنی کل این مسائل باید در کنار همدیگه بررسی بشه. ما شواهد رو در واقع داریم جمع آوری میکنیم و این سمت میبریم که این مسئله عمدی بوده. ما احساسمون که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه. البته احساس بیشتر از احساس اویدنس هم داریم. عرض بزرگتون که میخواستم بزنم و بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادم قبلا. حالا آنها گفتند کسی که به آنها گفته اگر هواپیما سرنگون نمیشد جنگ با آمریکا به راه میافتاد حسین سلامی بوده. این حرف ها به خودی خود جنجال بزرگی برپا کرده، اما شخصیت و سابقه گوینده های این حرف ها هم کم جنجال برانگیز نبوده. برخی در واکنش به این افشاگری صریح محسن اسدی لاری را فرد سالمی دانستند که برای واردات واکسن کرونا تلاش نتیجه بخشی داشته و برخی دیگر هشدار دادند که فریب نباید خورد، زیرا محسن اسدی لاری فرزند حسن اسدی لاری خرابکار انقلابی است و دو فرزند او که به نام نخبه به مردم معرفی می شوند در واقع آقازاده های رانتی و نوه های گوهر و شریعه دستغیب هستند.
آنها به رزومه و فعالیت‌های اجرایی دکتر محسن اسدی لاری پرداختند که نشان می‌دهد او یک نیروی مخلص و وفادار نظام بوده، با فعالیت‌هایی مثل مسئول انجمن اسلامی دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئول دفتر پشتیبانی جنگ، سازماندهی تیم‌های اضطراری دانشگاه و مشارکت فعالانه در جبهه و دو بار مصدومیت شیمیایی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی و عضو شورای انجمن اسلامی دانشجویان ناتینگهام و انگلستان. ناباوران به صداقت اسدی لاری پرسیدند چرا پس از 2 سال لب به سخن گشوده و چرا زودتر نگفته و چرا گذاشته حالا که از پست دولتی کنار گذاشته شده. آنها همچنین سعی کردند شخصیت 2 فرزند قربانی شده ی آنها را هم نشان بدهند که چه جوانان مذهبی و به اصطلاح ارزشی بودند. و در این باره به گفته های خود آنها رجوع کردند که اظهار داشتند پسرشان محمد با انگیزه تبلیغ دین برای ادامه تحصیل راهی کانادا شده و علاوه بر این که شاگرد نمونه دانشگاه تورنتو در رشته پزشکی بوده، در جهت تحول و ارتقاء سطح دینی فرزندان ایرانی در کانادا نیز اهتمام ویژه‌ای داشته. آنچنان که کودکان را با خواندن نماز و قرآن و اصول دین آشنا کرده و از ویژگی‌های او خواندن نماز اول وقت در هر مکان علمی و در بیمارستان‌ها بوده. این پدر و مادر گفتند 2 فرزندشان محمد و زینب هر بار که برای تعطیلات از کانادا به ایران می آمدند، آنها را با خود به زیارت عتبات به کربلا، نجف، کاظمین و سامرا می بردند. آنها در اولین روزهای فاجعه سرنگونی هواپیما وقتی هنوز نمی دانستند که نظام انتقام سخت قاسم سلیمانی را از هواپیمای حامل فرزندان آنها گرفته، گفته بودند فرزندانشان در تشییع قاسم سلیمانی با عشق شرکت کردند، در حالی که یک روز بعد برای پرواز بیفرودشان آماده می شدند. همونطور که ملاحظه می شود، تراژدی زندگی این پدر و مادر در مقایسه با داغ دیدگانی که سر و کاری با حکومت نداشتند مضاعف می نماید. آنها که عمری خود و پدران و مادرانشان برای برقراری و حفظ این نظام جنگیده اند، حالا در عین ناباوری در میابند که همین نظام فرزندان مؤمن، معتقد و ولایی آنها را با موشک زده تا آنطور که تا به اینجا تصور می شود، جلوی یک جنگ را گرفته باشد. حالا آنها می گویند قاسم سلیمانی الگوی جوانهای 20 ساله ایرانی نیست و امیر علی حاجی زاده یک ملعون است. واژه‌ای که در پخش مصاحبه توسط انصاف نیوز سانسور شد. خیلی ببخشید، سردار سلیمانی برای جوان 20 ساله الگو نمیشه، ولی محمد حسین پزشکی که تو این با علم جدید آشنا بوده و مذهبش و دینش و اخلاقش رو نگه داشته، این میتونه الگو بشه برای جوان. آقای حاجی زاده در واقع بفرمایید که ازشون سوال شده، در واقع متهم هستند، تفهیم اتهام هم شده، منتها منع تعقیب براشون صادر شده. یعنی این شما ببینید نتیجه دادگاه چه خواهد بود. اون که در حقیقت جانشین آقای دانش جانشین حاجی زاده هست، اب نداره، اینم بنویسید. نه بابا بنویسید، از قول من بنویسید. حالا این پدر و مادر داغ دیده، گرچه با تأخیر اما مانند اسفندی بر آتش، از روند رسیدگی به پرونده شکایت دارند و میگویند جمهوری اسلامی در حال مهندسی معکوس است، یعنی در حال سندسازی و درست کردن اطلاعات قبلی هستند. من روشن بود حرفم چی بود؟ مهندسی معکوس رو یعنی دارم میره اطلاعات قبلی رو درست میکنم. ناباوران به صداقت محسن اسدی لاری میگویند از آنجایی که او گفته من با انجمن خانواده های پرواز 752 در کانادا هیچ ارتباطی ندارم و با نظام هم مشکلی ندارم، پس او سعی دارد سناریوی سپاه را جا بیاندازد که اگر نمیزدند جنگ میشد. برخی دیگر هم او را با روح الامینی، پدر یکی از جانباختگان اعتراضات 88 مقایسه کردند که حق و سکوتش در برابر خون فرزند نمایندگی مجلس بود و میگویند محسن اسدی لاری هم احتمالاً چون حق و سکوت مناسبی نگرفته زبان باز کرده. اما انگیزه محسن اسدی لاری و همسرش از مصاحبه جنجالیشان هر چه باشد، باخت تلخ آنها را در زندگی پنهان نمی کند.
اینکه نظام مقدسشان فرزندان دلبندشان را کشته است. این گفتگوی افشاگرانه در کنار یک ویدیوی عجیب که همین روزها به شکل گسترده‌ای منتشر شده، بسیاری را به این باور رسانده که حکومت قصد دارد افکار عمومی را برای پذیرفتن عمدی بودن فاجعه آماده کند و از آن هولناک‌تر اینکه می‌خواهد زدن هواپیما را در مقابل گزینه احتمالی جنگ و نام بردن از کشته شدن 10 میلیون نفر قرار دهد، تا مردم به طور ناخودآگاه بین بد و بدتر انتخاب کنند و بگویند کشته شدن 176 نفر بهتر از 10 میلیون نفر بود. این القاء تلخ و ناجوان مردانه در فیلم مشکوکی که پخش شده به خوبی نمایان است. مصاحبه شوندگان به این نتیجه میرسند که بهتر شد زدند. اینکه هیچ کدوم نمیرن نداره؟ یعنی بین بد و بدتر باید آدم انتخاب بکنه. خب این برم اگه نزنم چی؟ اگه موشک باشه 5000 نفر میبینه. اگه موشک نباشه خب 200 نفر میبینه. تعداد افراد 200 نفر خیلی کمتر از 5000 نفر. رادار داره بهم میگه. اگه نمیزدم؟ اگه نمیزدم چند هزار نفر میمردن. اگه نمیزدم ممکن بود اون 5000 نفر بمیرن؟ 200 نفر کجا 5000 نفر کجا؟ چون اونجوری آدمای بیشتر نجات میدن. فکر میکنم که منطقیه. آدمای احساسی معمولا اینجور تصمیما رو نمیدن که بگیرن. مطمئنم که منطقیه. میگم نگران اون 5000 نفر بود. هواپیمای اوکراینی مسافر برای اوکراین زدن دیگه، که خیلیاشون حتی شامل کسایی بودن که اطراف من بودن، از دست دادیم توی اون سانحه. درسته که خیلی قضیه احساسی شد، من خودم خیلی اذیت شدم سر اون اتفاق، اما ولی من اگه جام بزنم واقعا جای اون اپراتور، اون لحظه شاید بهترین تصمیم همین بوده. تصمیم بود که میزدم. اگر من جای اپراتور پدافند بودم میزدم. میزدم دیگه. خب منم اگر جای اون اپراتور بودم حتما میزدم. بهش حق میدم. بعد اگه 200 نفر رو نمیزنیم ممکن بود حتی خودشون یا 5000 نفر دیگه بمیرن. به اون کسی که اون هواپیمای اوکراینی رو زده. اگه نمیزدم چی؟ اگه نمیزدم و تعداد بیشتری آدم میمردن چی؟ چون که به نظرم اگه نمیزد 5000 نفر میمرد. شما میگی 5000 نفر، من میگم یه اسلام شهر یه موشک بخوره 200000 نفر میمیره. خب اگر دشمن بود خب خیلی خطرش بیشتر بود. اپراتور مقصر نیست، وظیفه‌اش انجام داده، تصمیم درست گرفته. ولی خب بازم همچنان احساس تأسف میکنم واسه همین اتفاقی که افتاد. خیلی از عزیزان از دست رفتن توی اون سانحه. تسلیت رو بهشون بگین صرفا باید با تو داغشون شرکت کنیم. ولی خب اگه همچین اتفاقی میافتاد و در واقع موشک بود و برخورد میکرد به سرزمین ما، خیلی افراد بیشتری از دست میدادیم. من خودم خیلی اذیت شدم سر اون اتفاق، اما اون لحظه شاید بهترین تصمیم همین بوده. حالا همه چیز عیان شده است. حکومت هواپیما را زده تا از حمله آمریکا پس از زدن پایگاه عین الاسد جلوگیری کرده باشد. حالا دیگر پرده فرو افتاده و همه به عیان می‌بینند که در مذهب اینان خون همه حلال است اگر به حفظ نظام کمک کند. اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ‌های سابق این است، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و به بهشت میرند، کافرهاش کافرند و به جهنم. برخی میپرسند شما که اینقدر از حمله آمریکا میترسید چرا به پایگاه عین الاسد موشک زدید؟ هرچند که گفته میشود همان حمله هم با اطلاع قبلی بوده که آمریکایی کشته نشود. اما نکته مهم دیگر این است که آنها هنوز دست از شاخوشانه کشیدن برای آمریکا بر نداشتند. حسین سلامی که نامش روز دوشنبه با افشاگری خانواده اسدی لاری به صدر خبرها آمد، بی توجه به این افشاگری ها همان روز گفته بخشی از انتقام سخت را گرفته ایم و بخش دیگری از آن هنوز باقی مانده است. مقامات آمریکایی باید بدانند نمیتوان به ملتی تهاجم کرد و از انتقام متقابل او در امان بود. او گفته مشکلات وجود دارد، اما فقط ما نیستیم که مشکل داریم. آمریکا امروز در مشکلات اقتصادی گرفتار شده و در پیشبرد اهداف سیاسی خود فرسوده است و فرار آن از افغانستان و شکست در عین الاسد را دیدیم. واضح است که با این حرف ها بسیاری بپرسند
پس چرا از ترس جنگ با چنین رقیب فرسوده و ناتوانی سراسیمه هواپیمای خودی را زده اید و 176 زندگی را نابود و خانواده ها را تا ابد داغدار کرده اید؟ اینکه حکومت از ترس جنگ با آمریکا هواپیما را زده، تو خالی بودن تهدیدات مقامات را بیش از پیش عیان می کند. هرچند که هواداران آن در دل آمریکا هم این تهدیدات را تکرار کنند. زد پایگاه رو. چند روز بعد من رفته بود آمریکا دیگه. یه آمریکایی به من میگفت که این زن برایان اون چند روز خواب نداره تا صبح میلرزه، تن بدنشو گریه میکنه، میگه به این برایان میگه تو رو میکشن نا چون تو شریک بودی تو قتل آجماس. یعنی این طوری لرزه افتاده بود به بدن اینا. روز شنبه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 51 آمریکایی دخیل در ترور قاسم سلیمانی را تحریم کرده است. در این فهرست نام کسانی مانند دونالد ترامپ، مایک پومپئو و جان بولتون به چشم می‌خورد. ابراهیم رئیسی هم چند روز پیش از قصاص این افراد حتی در خاک ایالات متحده سخن گفت. خبرها از آمریکا حاکی از آن است که این تهدیدها بسیار جدی گرفته شده و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اگر اتفاقی برای شهروندان آمریکایی بیفتد واکنش نشان خواهند داد. دقایقی پیش من با یکی از دیپلمات‌های پیشین وزارت امور خارجه آمریکا هم حرف می‌زدم. ایشون هم گفتش که بهتره که مقام‌های جمهوری اسلامی فراموش نکنن. آقای سلیمانی قبلاً رئیس جمهور آمریکا رو تهدید کرده بود و ما دیدیم که چه بر سرش اومد. بهتره که مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی اینو فراموش نکنن و مد نظر داشته باشن. به نظر میاد که مقام‌های ایالات متحده خیلی موضوع رو جدی گرفتن و اگر که آسیبی به هر یک از شهروندا یا مقام‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده همونطور که تو بیانیه وزارت خارجه هم هستش واکنش نشون خواهند داد. توی بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام شده و اسم برده شده از 52 شخص و شهروندایی که هم توی دستگاه سیاسی و هم توی دستگاه نظامی ایالات متحده حضور دارن و فعال هستن. باید دید که ته چند روز آینده واکنش‌های بعدی چه خواهد بود. تمامی این هیاهو به نظر بسیاری برای هیچ است، اما برای مردان جمهوری اسلامی هیچ همه چیز است. بسیاری از خودی‌های حکومت اما معتقدند که قاسم سلیمانی ارزش این همه هزینه را ندارد. اما جمهوری اسلامی برای انتقام فرضی اسطوره‌ای فرضی تا حالا دست کم 56 تن را در تشییع جنازه او به کشتن داده و 176 تن دیگر را با زدن هواپیمای اوکراینی. تا پس از این چه جانهای عزیزی را قربانی انتقام سخت او کند؟ چقدر جان خودی و چقدر جان غیر خودی؟ شما درباره پایان این انتقام جویی برای کسی مانند قاسم سلیمانی چه فکر میکنید؟ این که قاسم سلیمانی رو بخونیم قهرمان اسطوره و اینا دیگه نشه روش خط کشید، این من قبول ندارم. حاج قاسم سپاه قدس آقا رسما میگم بیاین آخه منو بگیرن که بیاد بگیره ما رو اصلا. خب آقا سپاه قدس در فرهنگ شکست خورد، در لسان سوریه عراق منطقه خب نتونست گفتمان انقلاب اسلامی اصلا درست تبیین بکنه، همگرا بکنه خیلی ها رو با این گفتمان. تو فرهنگ شکست خورده، تو رسانه شکست خورده، تو اطلاعات شکست خورده، غافلگیر شده. تو پشت مرزه بغداد اومدن خب نفهمیده، پیشبینی نتونسته بکنه. خب بعد اومده چیکار کرده؟ با تیر و ترکش بازی و بچه‌های مردم و مدافعان حرم رفته جمع کرده، تا یه جایش هم گیرپاش کرده و سیستم نیروی خود هممون دیگه میدونیم دیگه، جلو نمیرفت دیگه، گیر کرد تو سوریه. مثلا برخی از این رفقای اسمانیمون میگن آقا تو اونور جوب ما اینور جوب، فش بده فش بسون دیگه، از پشت سنگرا فش میدادیم به هم کسی نه اونا پیش نمیگن نه ما. خب بعد حاج قاسم مولا شد رفت پوتین هر شوهر گفت داداش میگه کام تو بیا هوا بزن من زمین برم جلو، رو زمین من نمیتونم با اینا باشم، اینا خیلی زرنگن رو زمین. خب پوتین رو برداشت آورد صاف کرد سوریه رو. پوتین هم که اومده بود که دیگه نمیفهمیدی مسلمان یا غیر مسلمانه، اومده به آشو با جاش جمع کنه. خب پوتین اومد صاف میکرد از آسمون، اینا میرفتن جلو. خب اینکه منم بلد بودم که آیا خون بسیاری از این مردمان که کشته شدن تو اون واقعه به واسطه اینکه دفاع از نمیدونم حالا جبهه مقاومت هر چیز مدافع هر اینا ما بگردن اون نیست، آوار شدن این هم ملت ما مقصر نیستیم،
این همه ناموس مسلمان ها آواره شد تو مدیترانه، مسلمانه دیگه. امیرالمومنین میگه اون سفنش مسلمانه، من این بدبختاری که دیگه هم مسلمانه. این همه ناموس مسلمان سنی مذهب تو مدیترانه غرق شد، چند هزار کودک مسلمان تو بازارهای سکس اروپا فروخته شد. خب ما مقصر نیستیم، بنز خودمون همش اونا مقصرن که نشد که. خب لذا باید بپذیریم ما نقد خودمون از منظر عدالت داریم بحث میکنیم، بپذیریم سهم خودمون در این ظلمایی که اتفاق افتاد. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت از کوچه زدن دکمه لایک را فراموش نکنید و اگر روش کوچه را در گفتن از مسائل روز ایران میپسندید با سابسکرایب کانال به جمع عابران نازنین و همیشگی این کوچه بپیوندید. سپاس.